سلام رفقا، آخرین ویدیویی که ساختم در مورد آپگرید ویندوز 10 به 11 بود. توی اون ویدیو بهتون قول دادم که حتما یه بررسی کامل از فیچرهای ویندوز 11 داشته باشیم. توی این ویدیو تصمیم گرفتم که یه ابزار خیلی قدرتمند و خیلی کاربردی هم معرفی کنم. البته این ابزار از زمان ویندوز 10 بود، ورژن هاش تکامل پیدا کرد تا به اینجای رسید که الان هستش. پس تا آخر ویدیو با من باشید. من مسعود هستم و این چنل ویبرو هستش. ازتون ممنونم که ویدیوهای من رو تماشا میکنید و من رو حمایت میکنید. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید و بریم پای لپتاپ سراغ این که فیچرهای جدید ویندوز 11 رو که خیلی جذاب و کاربردی هم هستن با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه ها، بریم استارتش رو بزنیم. همونطوری که میبینید اصلی ترین تغییری که ویندوز 11 نسبت به ویندوز 10 و ویندوز های قبلیش داره، ولی که همیشه یه سری شایعاتی بود که ویندوز دکمه استارت رو میاره وسط قرار میده، الان استارت منو تسکر دقیقا وسط قرار داره. اما اگر دوست داشته باشید و یکم سنتی باز باشید، میتونید این منو رو بیاریدش وسط. چجوری میتونید این کار رو بکنید؟ وارد ستینگ که بشید، از منوی پرسونالایز میتونید تاسک بار بیهیویرز اتر این گزینه ببریدش سمت چپ، یعنی مثل سابقا. اما ترجیح میدم که وسط باشه همچنان. و غیر از اون بریم کلا سراغ استارت منو، یعنی اولی گزینه که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم استارت منو باشه. من می‌بندم ستینگ رو. توی استارت منو دیگه خبری از تایل‌هایی که با ویندوز 8 اومدن توی ویندوز 8.1 ادامه داشتن، توی استارت منو ویندوز 10 هم ادامه داشتن و همچنان ادامه دارن چون ویندوز 10 دیسکانتینیو نشده، همچنان بودن و بودن تا جایی که دیگه ازشون خبری. تو ویندوز 11 هیچ خبری از تایل‌ها نیستش. در واقع یه سری اپلیکیشن پین شده اینجا وجود داره که میتونید کاستومش بکنید و آل اپلیکیشن که همیشه توی استارت منو ویندوز وجود داشتش. برمیگردیم عقب، دسترسی خیلی سریع تری به مایکروسافت اکانت و حالا اون یوزری که باهاش شما لاگین کردید وجود داره و مثل همه ویندوزهای قبلی دسترسی سریع به منوی شاددان و ریستارت و اسلیپ و اینطور داستانها رو داریم. یه سری اینجا منو میبینید توی دسترسی سریع، مثلا مثل دیس و مثل حالا ویدیو و پیکچر و موزیک و دانلود و داکیومنت و اینطور داستانها. اما برای اینکه دسترسی سریع‌تر به این منو داشته باشید، حالا تو میدونید گزینه‌هایی که دوست دارید رو این پایین اضافه بکنید و وارد ستینگ بشید. ما همچنان مثل ویندوز 10 روی ویندوز 11 رایت کلیک روی دکمه استارت رو دارید که یک سری منو میده به در واقع دسترسی ستینگ ویندوز. وارد ستینگ بشید، از این قسمت میتونید پرسونالایز رو انتخاب بکنید. وارد پرسونالایز یا همون شخصی سازی ویندوز که بشید، یک سری در واقع منو وجود داره که یکیش بک‌گراند، میتونید بک‌گراندتون رو تغییر بدید و حالا کنتراست اون تمی که وجود داره، کالر رو میتونید تغییر بدید، این که در واقع رنگ‌هایی که منوهای شما وجود داره، زیر منوهای شما وجود داره، اونها رو بخواید تغییر بدید میتونید در واقع از طریق کالر اونها رو تغییر بدید. یه سری تم وجود داره که خب من از تم دارک برای ویندوز خودم استفاده کردم. توی حالا اینجا نشون میده که کالر تم من بلو هستش که من میتونم این کالر رو هم تغییر بدم و اینکه حالا مجموعه صداهایی که یا همون ساند افکت هایی که واسه ویندوز من استفاده میکنه، اینا همه مثل ویندوز های قبلی قابل تغییر هستش که میتونید اینا رو هم تغییر بدید. برمیگردیم عقب، توی حالا لاک اسکرین شما میتونید یه سری عکس و یه سری انیمیشن واسه لاک اسکرینتون انتخاب کنید
میتونید در واقع اون تاچ کیبوردی که وجود داره که روی دسکتاپ شما میادش، اگر میخواید مثلا توی سرفیس خیلی مورد استفاده قرار بگیره، میتونید تم و سایز در واقع اون حروف و کاراکترهای روی کیبورد رو تغییر بدید. اما یکی از گزینه‌هایی که خیلی باهاش سر و کار دارید وقتی ویندوز 11 نصب کردید در واقع گزینه استارت هستش، و شما تو گزینه استارت این پایین یه دونه فولدرز دارید که اینجا میتونید اینا رو آن کنید. وقتی که اینا رو آن میکنید توی ویندوزتون این پایین نمایش داده میشن، ولی در حالت عادی موقعی که ویندوز 11 رو نصب کردید و ویندوز 11 میاد بالا این گزینه ها رو اینجا ندارید. تعجب نکنید و به تو قسمت پرسونالیزیشن استارت فولدرز اینا رو داشته باشید و بقیه داستان ها خودتون میتونید وارد ستینگ بشید و ببینید که میبینید که مجموعه ستینگ کلن تغییر کرده. فقط فلسفه حالا اون تغییر رنگش نیسته، شما اگر این تم رو از حالت دارک به حالت لایت هم تبدیل بکنید میبینید که کلن یک دگرگونی زیادی ویندوز 11 به نسبت ویندوز 10 داره. من از ستینگ خارج میشم، همون پایین هنوز روی دسکتاپ هستیم، همون پایین به ویندوز 11 یک کار خیلی خوبی کرده، این سه تا گزینه باتری و ولوم و حالا وایفای و بلوتوس و اینا رو اومده از قسمت اون نوتیفیکیشن سنتر کاملا خارج کرده. نوتیفیکیشن سنتر رو یه جورایی محدودتر کرده، ولی اومده این سه تا گزینه رو با هم مرج کرده، یه جورایی این سه تا رو با هم دیگه جا کومبو کرده و این کار کردن با این گزینه رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. شما وقتی که بازش می‌کنید هم درصد باتری رو دارید، هم ولوم رو دارید، هم در واقع نوع پس‌زمینه رو می‌تونید تغییر بدید اگر از لپ‌تاپ استفاده می‌کنید، و می‌تونید حالا حالت‌های مختلف رو داشته باشید، ایرپلی مود رو می‌تونید داشته باشید، بلوتوثتون رو روشن خاموش کنید و حتی ستینگش رو داشته باشید، به اضافه اینکه وای‌فای رو حالا خاموش روشن بکنید و با منوی وای‌فای کار بکنید. موضوعی که وجود داره یه شورتکات هم ویندوز 11 واسه این در موقع کومبو گذاشته که ویندوز و A هستش. به معنی که من دوباره ویندوز و A رو میزنم این منو برای من باز میشه. اما بریم سراغ منوهای ویندوز که ببینیم که توی ویندوز 11 چه تغییراتی داشته. توی ویندوز 11 خیلی از منوها تبدیل به آیکون شدن توی منوها. حالا چجوری اینو بهتون میگم. من مثلا به عنوان مثال وارد مای کامپیوتر میشم. توی مای کامپیوتر یک گزینه رو کپی میکنم. برای کپی کردنش وقتی که رایت کلیک میکنم هیچ گزینه کپی به من اینجا نمیده. شده که من گزینه رو سلیکتش کنم. اینجا موقعی که توی این منو هیچ گزینه کپی به من نمیده، ولی کپی و پیست و کات و دلیت و اینا به صورت یه سری آیکون شدن توی منو که این بالا هم من دارمشون. خب به عنوان مثال من الان از گزینه کپی استفاده میکنم، وقتی که میخوام اینو روی دسکتاپم پیست کنم، وقتی که رایت کلیک میکنم واسه پیست کردنش دیگه پیست اینجا وجود نداره. پیست شورتکات وجود داره ولی پیست وجود نداره. پیست به صورت یه آیکون اینجا وجود داره که میتونم ازش استفاده بکنم. یکی از کارهای خیلی 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 خوبی که ویندوز انجام داده اینه که کلا مایکروسافت اومده مولتی تاسکینگ رو روی ویندوز 10 و در ادامهش توی ویندوز 11 خیلی 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 خوب تقویت کرده. ما توی ویندوز 10 آخرین آپدیت میتونستیم از طریق یه گزینه‌ای که این پایین بود ولی شکلش یه جوری دیگه بود میتونستیم یه سری دسکتاپ ایجاد بکنیم و بین دسکتاپ هامون سویش بکنیم. البته که من همیشه از این دسکتاپ ها استفاده میکنم به خاطر اینکه ترجیح میدم وقتی که یه پنجره رو باز میکنم دیگه اون پنجره رو نبندم یا مینیمایزش نکنم یه پنجره دیگر رو باز بکنم. ترجیح میدم که این پنجره ها رو مثلا پریمیرم رو توی یه دونه در مورد دسکتاپ باز بکنم و مثلا
ادوبی آدیشن رو روی دونه پنجره روی دونه دسکتاپ دیگه باز می‌کنم و وقتی که می‌خوام صدا رو ادیت بکنم و بیارم توی پریمیر بین این دسکتاپ ها سویچ بکنم که این کار خیلی سریع‌تر انجام بشه. توی ویندوز 10 شما قابلیت داشتید این دسکتاپ ها رو ایجاد بکنید و تو آخرین آپدیت شما میتونستید که این دسکتاپ هایی که ایجاد کردید رو به عنوان مثال این دسکتاپی که من اسمش رو گذاشتم میدیا رو رایت کلیک بکنید روش و رینیمش بکنید. خب حالا من الان مثلا بین دسکتاپ ها دارم سویچ می‌کنم ولی همه دسکتاپ های من توی ویندوز 10 یه دونه بک‌گراند داشتن. توی این قابلیت جدید ویندوز 11 من میتونم هر کدوم بک‌گراند هر کدوم از دسکتاپ هام رو هم تغییر بدم. چجوری؟ به عنوان مثال دسکتاپ وبم رو روش رو رایت کلیک میکنم، چوز بک‌گراند میکنم، میره وارد ستینگ قسمت پرسونالیزیشن بک‌گراند و من اجازه میده که تغییرش بدم و من مثلا این دسکتاپ قدیمی رو روش اعمال میکنم. الان که من این ستینگ رو ببندم با توجه به این که توی دسکتاپ اگر اشتباه نکنم میدیا هستم این دسکتاپ رو واسه من گذاشته ولی اگر سویچ کنم توی دسکتاپ دیگه بک‌گراندش همون بک‌گراند سابقه. یکی از ویژگی‌های خوبش اینه وقتی که ورق می‌زنید از روی بک‌گراند دقیقاً می‌دونید روی کدوم دسکتاپ هستید و این کمک می‌کنه که با توجه به موقعیت دسکتاپی که روش وجود دارید بدونید که به چپ در رو سویچ کنید یا راست که به اون دسکتاپی که می‌خواید روش سویچ بکنید. امیدوارم از دارم خوب رسونده باشم و شما فهمیده باشید. همچنان واسه سویچ کردن بین دسکتاپ‌ها شما می‌تونید از 4 انگشت روی ترک‌پدتون استفاده بکنید حالا چه ترک‌پد اکسترنال چه ترک‌پد روی لپ‌تاپ استفاده بکنید. اگر لپ‌تاپ نیست دسکتاپ و می‌خواید از در واقع شما ترک‌پد ندارید میاید و از شورت کی ویندوز کنترل ویندوز و اروکی چپ و راست استفاده می‌کنید یعنی فلش‌های چپ و راست. پس شورت کیش شدش کنترل ویندوز چپ و راست. این هم از این گزینه که دوست داشتم بهتون بگم. اما بازی با پنجره ها خیلی توی ویندوز 11 جالب شده. من میام روی این دسکتاپ که بهتون نشون بدم به عنوان مثال من ایج رو باز میکنم. روی ایج من میخوام که این پنجره رو ریسایزش بکنم ولی مدل های ریسایزش متفاوت شده. به عنوان مثال من میتونم ریسایزش بکنم ولی ببرمش سمت چپ دستگیرم که این کار رو انجام میدم. همچنان که میبینید این طرف خالیه و اگر مثلا همین الان من ادوبی ایکس دی رو باز بکنم میتونم واسه مینیمایز کردنش بیارمش و یکیه اینترنتی به من داد پس میدم سوره یه گزینه دیگه مثلا یه نرم‌افزار ساده مثل الارمز اند کلاک رو استفاده میکنم که همونجور که میبینید مثلا اپلیکیشن هایی که بای دیفالت روی ویندوز بود فوق العاده تغییر کردن و خیلی 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 کاربردی‌تر شدن. از دستمون دور نشین ولی مثلا میتونم تو ریسایز کردنش خیلی راحت بکشم به نظامش و خیلی سریع شده خیلی سریع شده که من میتونم با ریسایز کردن در واقع پنجره های ویندوز همونجوری که میخوام خیلی سریع مدیریت شده اونا رو کنار هم دیگه بچینم و ازشون استفاده بکنم و برم سراغ گزینه بعدی. یه گزینه که خیلی خفن بود خیلی در موردش صحبت میشد و اصلا نرم افزار گیرونی بود. یعنی من یادم توی یه سری از نمایشگاه‌ها دیده بودم که این نرم افزار رو ساخته بودن زبان فارسی رو ساپورت می‌کرد و خیلی گیرون بود لایسنسش ولی خب توی زبان انگلیسی به واسطه گوگل اسپیچ و مایکروسافت اسپیچ و یه سری نرم افزارهای بیلتینی که وجود داشتن و شما می‌تونستی در واقع صحبت کنی خیلی ضعیف بودن و اونا واسه اون کار تایپ انجام بدن. ولی امروز تو سال 2021 به یه تکامل خیلی خوبی رسیده و شما میتونی به واسطه یه سیستم عاملت بدون نصب هیچ نرم افزار اضافی روی
هر نرم افزاری که میشه تایپ کرد صحبت بکنی و اون برای تو تایپ بکنه و شورتکیش روی ویندوز هستش، ویندوز H که این کار واسه شما انجام میده. من میخوام که گزینه اوتو پانکچوریشن رو هم فعال بکنم. فکر میکنم اجازه نده من صحبت بکنم، نمیدونم، چون که شاید میکروفون من به واسطه نرم افزار OBS واسه کپچر تصویر یه جوری اشغال هستش. اجازه بدید من یه نرم افزار تایپ باز بکنم، مثلا مثل بورد که من بورد ندارم، یه دونه بورد پد دارم، چون من اصلا کلاً آفیس رو روی این لپتاپ هم نصب نکردم. حالا اگر ویندوز H رو بزنم امیدوارم که بعد متوجه شد حالا در حالت لیسنی وجود داره و من به حسی که انگلیسی شروع کنم به صحبت کردن شروع میکنم واسه من تایپ بکنه. یه سری چیرت و پرت داره می‌نویسه، چون من فارسی دارم می‌نویسم، فارسی دارم صحبت میکنم. اوکی بورد، let me know about your new features. همونطور که میبینی من اول میکروفون رو قطع کردم، یه جورایی فارسی من رو دست با شکسته داره ترجمه میکنه و انگلیسی هم میبینیسه، یعنی خودم همین الان که اینو گفتم برو برم میکرم. همونطور که میبینی اومده و اوتو پانکچوئیشن رو هم رعایت کرده، یعنی دقیقا نقطه گذاری و همونجوری که من گفتم شروع کرد به تایپ کردن و اونجاهایی که لازم بود ویرگول گذاشت، نقطه گذاشت و علامت سوال گذاشت و یعنی فکر میکنم دیگه رسیده به انتهای اسمارت بودن و سیر تکاملی ویندوز توی این 20 سال فوق‌العاده بوده. قطع به یقین ویندوز 11 بهترین، کامل‌ترین، کاربردی‌ترین سیستم عاملیه که تا الان وجود داره. فکر میکنم که یه جورایی گوی رقابت رو با فاصله زیاد از مک گرفته و از اونجایی که خب من کلاً طرفدار سیستم عامل ویندوز هستم خیلی خوشحالم و خیلی حال می‌کنم با این موضوع. اما بریم سراغ گزینه بعدی. گزینه بعدی اینه که قرار یه تولزی بهتون معرفی بکنم که این تولز یه جورایی وریفای شده خود مایکروسافت هستش، برای ویندوز درست شده و شما میتونید ازش استفاده بکنید. تو سایت مایکروسافت هم لینک دانلودش وجود داره، یعنی اینجوری مورد تایید مایکروسافت هستش، به اسم پاور توی. که این پاور توی چه کارهایی انجام میده؟ خیلی ابزار کاربردی هست واسه کارهای کاملا روزمره. بریم یه سری بزنیم به منوش و ببینیم که چجوریه. بعد از اینکه نصبش بکنید توی این تری پایین ویندوز قرار میگیره، آیکونش هم یه آیکون رنگی رنگیه. توی تب جنرالش وقتی که نصبش میکنی این آخرین ورژنش ورژن 0.45.0 هستش. لینک دانلودش رو پایین همین ویدیو گذاشتم که بتونید برید ببینید و تا اگه دوست داشتید دانلود بکنید. روی ویندوز 10 کاملا کامپتیبل هست، روی ویندوز 11 هم همینطور. بریم ببینیم که چه منوهایی داره. روی خیلی سریع بگم، روی تب جنرال چک فور آپدیت رو داره، ورژن رو نوشته، اوتو در واقع دانلود وجود داره، این که نرم افزار هر بار ران میشه رانینگ از ادمینستریتور بشه چون یه سری دسترسی ها داشته باشه که یه سری کار رو بتونه انجام بده، و خب این که تم نرم افزار چی باشه که شما بتونی لایتش بکنید، دارکش بکنید، یا اینکه ویندوز دیفالت باشه، یعنی اگر ویندوز دارک بود داخل نرم افزار هم دارک باشه، و اینکه ران از استارتاپ باشه به محضی که ویندوز میاد بالا اون هم ران بشه.
این خب تب جنرالش بود، یه تب اویک داره توی وقتی که شما اویک رو انیبل میکنی تو اون حالت هستش که در واقع نرم افزار آن دیمند شماست، همیشه حاضره که وقتی که میخوایی باهاش کار بکنی همه فیچرهاش خیلی سریع باز بشه و شما بتونی ازش استفاده بکنی. یه دونه کالر پیکر داره، این یه ابزونه روی موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم و حتی این اکستنشن روی ایج هم هستش. کسی که حالا کار ویب انجام میدن، یو آی و یو ایکس کار میکنن، طراحی در واقع یو آی وبسایت و حالا یه سری اپلیکیشن انجام میدن، برای پیک کردن یه سری کالر خاص از روی مثلا یه سری سایت خاص مثل پینترست میان چیکار میکنن؟ یک رنگی رو میبینن دوست دارن، میخوان پیکش بکنن، یعنی اون رنگ رو انتخاب بکنن، خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن. به عنوان مثال الان من یه رنگی رو مثلا توی وبسایت میبینم، میخوام موسم رو بذارم رو اون رنگی و بفهمم این کالر کد اون رنگ چیه که بعدا حالا مثلا توی نرم افزارهای طراحی مثل ادوبی فتوشاپ و حالا مثل ایلاستریتور و مثل افینیتی دیزاین بیام ازشون استفاده بکنم. بنابراین کاری که انجام میدم فقط کافیه که شورت کیش رو بزنم، شورت کیش رو هم اینجا گذاشته، میتونم شورت کیچ رو همونجوری که خودم دوست دارم ادیت بکنم، ولی الان اون چیزی که بای دیفالت گذاشته، یعنی به صورت پیش فرض گذاشته، ویندوز شیفت سی هستش. من ویندوز شیفت سی رو میگیرم، همونجوری که میبینی یه کالر کد زیر موسم اضافه شده. وقتی که این کالر کد رو مثلا من میبرم روی رنگ های مختلف، همونجوری که میبینی این کالر کد داره تغییر میکنه، میبینی؟ و من میتونم کالر کدش رو بردارم و ببرم توی نرم افزار طراحی از این کالر کد استفاده بکنم. این تب کالر پیکر فقط همین کار رو انجام میده. پس میریم سراغ تب بعدی به اسم فنسی زون. توی فنسی زون من چون کلیک کردم اون کالر کد رو برداشت و خیلی جالبه که هم هگزش رو به هم داره میده، هم RGBش رو به هم میده، هم HSLش رو. خب بریم سراغ فنسی زون. فنسی زون خیلی خفنه. در ادامه اون ریسایز کردن ویندوز ها، یعنی همین گزینه که ویندوز 10 داشتهش که وقتی هوور میکنه، یعنی موست رو روی این گزینه ویندوز ریسایز نگه میداری، یک منوی باز میشه و میتونی انتخاب کنی که اون پنجره رو به کدوم قسمت دسکتاپ بفرستی. فنسی زون در ادامه این منو اومده یک کار جالبتری انجام داده و اون اینه که شما با گرفتن ویندوز شیفت و کوتیشن، اگر اشتباه نکنم ویندوز شیفت کوتیشن جمعه درش کنم تا اون ماسکه رو پیدا کنم که این دقیقا چیه. اینجا یه دونه گزینه داره که وقتی میزنیش اون لانچر باز میشه. وقتی که تمپلیت رو میبینی میتونید رو حالت‌های مختلف پنجره‌هات رو بچینی، یعنی یه سری گرید ایجاد بکنی، یه سری سکیور ایجاد کنی که پنجره‌هات وقتی که میخوای اونجوری چیده بشن، یا اینکه یه دونه create new layout بزنی و توی اون این سکیورها رو اضافه کنی. و من الان میزنم مثلا من یک رید ایجاد میکنم، حالا میتونم با موسم اینا رو در واقع تکونشون بدم و سیو اپلای بکنم و بگم که تو چه اندازه های این سکتورها وایسن. اما حالا موضوعی که وجود داره، الان من چون این انتخاب کرده بودم این موبرم آورد، میتونم مثلا یک گزینه اینطوری انتخاب کنم کریت بزنیم، اسم براش بذارم و کریتش بکنم و میتونم الان همونجور که میبینی اینجا رو مثلا جدا بکنم و بگم پنجره ها اینجوری چیده بشن که برای هم دیگه که من کنسل میکنم. خلاصه میتونید این کار رو هم انجام بدید و مدیریت بهتری روی پنجره هاتون داشته باشید. هرچند که من به شخص ترجیح میدم پنجره ها رو بدون لیات روی دسکتاپ های مختلف باز بکنم، چون سویش کردم بینشون فوق العاده راحت تر. خب بچه گزینه بعدی فایل اکسپلورر ادامزه
من اصلا از سر در نیاوردم، نفهمیدم که چیه، به خاطر همین از روش میترم نصبش بکنید برید باهاش بر برید ببینید چجوری هست. یه گزینه دیگه که وجود داره به اسم ایمیج ریسایز. ایمیج ریسایز یه ابزار فوق العاده کاربردیه، یعنی گاهن پیش میاد که شما فتوشاپ رو باز میکنید واسه اینکه یه دونه عکس رو ریسایز بکنید، یا مثلا از پینت یا این پینت جدیدی که ویندوز 10 آورده، ویندوز 11 هم داره، 3D پیکچر یا همچین چیزهایی که استفاده میکنید برای اینکه یه عکس رو ریسایز بکنید. ولی خب وقتی که این گزینه رو شما دارید دیگه این اتفاق براتون نمیفته. ببین مثلا من یه عکس دارم همینجا و میخوام این عکس رو ریسایزش بکنم. برای این کار چون که اون گزینه فعال هستش، فقط کافیه که من روش رایت کلیک بکنم، این منو مثل ویندوز 10 قابلیت میتونه شبیه ویندوز 10 باشه، یعنی شمار آپشن رو که بزنیم شبیه منوی ویندوز 10 میشه و من میتونم از همینجا ریسایز پیکچر رو بزنم روی این عکس و ریسایز پیکچر به من بگه چه سایزی میخوای انجام. میتونم حتی کاستومش بکنم و سایزی که خودم دوست دارم بهش بدم و دکمه ریسایز رو بزنم. بذارید به عنوان مثال همین اسمال رو بزنم و من یه ریسایز از این عکس بگیرم. همونطور که میبینید این عکس یه دونه ریسایز به با همون اسم داخل پرانتز اسمال هم بهش اضافه کرد که این عکس رو کوچیک شده شو واسه من گذاشت و این خیلی خوبه. وقتی شما یه کاری سر کار داره که یه سری عکس بهتون میدن، شما ببرشون توی یه دونه قالب ثابت، توی یه دونه سایز ثابت، خیلی سریع با این گزینه میتونید این کار رو انجام بدید که خیلی گزینه خوبیه. من این پنجره رو همچنان مینیمایز نگهش میدارم به خاطر اینکه باهاش کار دارم. گزینه بعدی که وجود داره کیبورد منیجره. شما توی کیبورد منیجر میتونید یه سری کلیک روی کیبوردت رو ریمپ بکنید. به عنوان مثال شما کیبوردتون مثلا عادت داری با یه کیبورد دیگه تایپ کردی، عادت داشتی که مثلا اون کیبورد اسلشش سمت راست کیبورد باشه، ولی توی کیبورد جدید سمت راست کیبورد رو ریمپ میکنی، اسلش رو با یه دونه در واقع کی دیگه جابجا میکنی. گزینه بعدی پاور رینیمه. خیلی گزینه خوبیه، خیلی خیلی گزینه کاربردیه. شما به صورت دستی نمیتونید یه سری فایل رو رینیم کنید، باید دونه دونه توی ویندوز روشون رایت کلیک بکنید رینیمشون بکنید. این گزینه به شما کمک میکنه اگر شما یه سری فایل دارید که اون فایل ها با یک سری اسم مشترک توی اسم فایلشون وجود داره، اونا رو با هم دیگه میتونید انتخاب کنید و اسمشون رو با یه گزینه دیگه ریپلیس کنید. اینو بریم با هم دیگه ببینیم. من اینجا توی این اسم فایله 20216 رو دارم، خب همچنین توی فایل مجاورش میام روش رایت کلیک میکنم، شمار آپشن رو میزنم، گزینه پاور رینیم رو انتخاب میکنم و توی گزینه میام این اسم رو سرچ میکنم 20216 و این رو ریپلیسش میکنم، قسمتی از اسم فایل رو در واقع ریپلیسش میکنم با اسم خودم، اوکی. و اون میگه که ببین این میشه این، خب و من میتونم این کار رو انجام بدم. یه سری آپشن هم داره که با اون آپشن ها هم میتونید در دیگه نصبش کردید این کار رو انجام بدید. الان من رینیم کردم، همون جور که میبینید یه اون اسم تغییر کرد و این توی قسمتی از اسم فایل براش جابجا شد. گفت اون قسمتی که من بهت میگم رو بردار و با این جابجا کن. خیلی توی در واقع رینیم های دسته‌ای هم بهتون کمک میکنه این گزینه. و بریم سراغ گزینه آخر. گزینه آخر روی مک اپل وجود داره، یعنی گزینه جدیدی نیستش. شما با این گزینه سرچ سریع دارید توی اپل. شما اگر دکمه Alt Control Command توی اپل، شما اسم دکمهش کامنده،
روی ویندوز Alt Space کار روی کیبورد اپل کامند و اسپیس کنار هم دیگه هستن و شما این دو تا دکمه رو میزنید و سریع یه دونه سرچ بار باز میشه که میتونید کار انجام بدید. خب روی کیبورد های ویندوزی Alt و Space کنار هم دیگه هستن. گرفتن Alt و Space یه دونه گزینه سرچ سریع روی ویندوز باز میشه که میتونید سرچ انجام بدید و حتی توی وب هم براتون سرچ میکنه. نمیدونم چرا الان برام باز نشد. لو شاید باید گزینه شو اینجا خودش به من میگه Alt Space. یه بار من آفش کنم، دوباره آنش کنم. بذارید یه بار روشن خاموشش کردم این گزینه اومد. فقط کافیه که حالا من تایپ کنم اون چیزی رو که میخوام. خیلی کمک میکنه، از سرچ خود ویندوز سریع‌تره و سریع واسه من مایکروسافت ایج رو آورد. گزینه آخر هم هستش شورتکات گاید که توی این قسمت گذاشته که شما میتونید ببینید که خب شورتکات های مختلفی که این نرم افزار استفاده کرده چی هست و یه سری شورتکات هم ببخشید شورتکی هم خودتون میتونید استفاده بکنید و خلاصه این که همین یه ویلکام داره که فکر میکنم اوپن سیتینگ هستش که در رو برمیگرده تو تپ جنرال. داکیومنتیشن داره، ریپورت باگ داره، اگر نفسر باگی داره توی ریپورت کنید. ریکوست فیچر داره، یعنی توی ریکوست بدید که این فیچر رو اضافه بکنه. گیو فیدبک، میتونید وارد سایتش بشید و بهش فیدبک بدید. و تمام گزینه های این نرم افزار هم این بودش که شما میتونید ازش استفاده بکنید و یه جورایی مطالب این هفته هم تموم شد. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید، مرسی که من رو حمایت میکنید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید. اگر از این دست ویدیوها به کارتون میاد حتما چنل من رو سابسکرایب بکنید. دو تا ویدیو آخر این ویدیو گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونید دو تا رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی بدرود.